با سلام به شما دانشجویان و بینندگان عزیز شبکه جهانی ویند، امروز قسمت دوم از سلسله درس‌های مربوط به اینستالیشن رو شروع می‌کنیم. در قسمت قبل در واقع من توضیح دادم که چه مباحثی رو ما در زمینه تأسیسات بهش می‌پردازیم و مطرح خواهیم کرد و یک به یک اونها رو براتون معرفی کردم که شامل سیستم های پلمبینگ بودن، شامل سیستم های اچ‌وک، فایر فایتینگ، گاز سیستم، کامپرس ایر، اکسیژن و در واقع در امروز ما میخوایم از همون قسمت پلمبینگ و مبحث اولش یعنی واتر سپلای یا آبرسانی شروع بکنیم و به صورت عمیق‌تر و کلی‌تر در زمینه سیستم‌های آبرسانی مربوط به آب سرد، گرم و برگشت و پمپ‌های اونها، مخازن اونها، لوله‌کشی‌های اونها و تفاوتی که در کشورهای مختلف این سیستم داره. یعنی شما بدونید که اونطور که در کشور ما سیستم آبرسانی دیزاین میشه، بعضن در کشورهایی دارای آب و هوای گرم و مرطوب از این سیستم استفاده نمیشه که من دلیلش رو براتون خواهم گفت. خب میپردازیم به مبحث water supply یعنی آبرسانی. در سیستم water supply ما سه سیستم رو یا سه نوع لوله کشی رو در موردش صحبت خواهیم کرد. یک، domestic cold water که بهش میگیم آب سرد مصرفی. دو، domestic hot water supply که بهش میگیم آب گرم مصرفی. و domestic hot water return یعنی آب برگشت مصرفی یا آب گرم برگشت. از امروز ما تعریف میکنیم آب سرد مصرفی رو و میکشیم علامت اینترنشنال و بین المللیش رو به صورت خط یک نقطه. این مربوط به این نیستش که شما در کجای جهان هستید و چگونه میخواید طراحی بکنید. خط یک نقطه علامت همیشگی در نقشه های پلامبینگ هست برای لوله آب سرد مصرفی که ما بهش میگیم DCW یعنی Domestic Cold Water. آب گرم مصرفی رو ما از این به بعد با خط دو نقطه نشون میدیم که بهش میگیم DHWS یا Domestic Hot Water Supply.
و از این پس آب برگشت مصرفی رو با خط 3 نقطه نشون میدیم و بهش میگیم DHWR یا Domestic Hot Water Return، آب سرد مصرفی، آب گرم مصرفی، آب گرم برگشت. این استانداردها رو ما به همین شکل هست از این پس رعایت میکنیم، چون بین المللی است و استاندارد بین المللی. کتاب مرجعی که در واقع اگر من بخوام reference book یا کتاب مرجع رو بخوام بهتون معرفی کنم، کتاب مرجعی که در زمینه سیستم water supply در دنیا به عنوان کتاب معتبر ازش استفاده میشه در همه کشورهای دنیا، لزوماً این کتاب نیست حتماً، اما اگر در رده کتاب‌های مرجعی که آب مصرفی بخوام بگیم، قطعاً این کتاب اول هست و معمولاً کتاب‌های دیگر برگرفته از این کتاب هستن که اسمش هست National Plumbing Code Handbook. این کتاب در همه جا موجود هست. دانشان به کتاب فروشی هایی که کتاب های علمی می فروشن مراجعه بکنن. در ایران که تقریبا میتونم بگم در تمام کتاب فروش های معتبر این کتاب هست و آفستش هست و میتونن تهیه بکنن، همینجور روی اینترنت میتونن خریداری بکنن. این معتبرترین کتاب مربوط به سیستم واتر سپلای هست که ما بهش میگیم NPCH National Plumbing Code Handbook. برای محاسبات لوله کشی ما مجبور هستیم که به این کتاب مراجعه بکنیم برای بیرون کشیدن یک سری اطلاعات از جداول که به موقعش من صفحه مربوط به این کتاب رو بهتون میدم و ببینید که مثلا برای محاسبه کل در واقع آب سرد مصرفی و چگونگی سایز گذاری اونها به چه صفحاتی از این کتاب مرجع بایستی رجوع بکنید. خب